به نام خداوند بخشنده مهربان و درود و صلوات بر پیامبر ما محمد مصطفی علیه صلوات و سلام. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان بینده، خوش آمدین به برنامه آیین زندگی. انشاءالله هر جایی که هستین در حفظ و امان الله باشین و از عافیت کامل برخوردار باشین و در این روزها و شبهای گرم انشاءالله که جایتان سرد باشد. دوستان و عزیزا بیننده، موضوع تربیت موضوع بسیار مهمی است که دین مقدس اسلام از همان روزهای نخست دعوت خیش به آن توجه ویژه داشته است. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم همراه اصحاب گرامیشان همیشه و پیوسته به این امر بسیار مهم توجه ویژه داشتند. در این برنامه خواستیم روی موضوع تربیت اسلامی صحبت بکنیم همراه جناب استاد رمضان یعقوبی، استاد محترم پانزده شریعت. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. خدمت شما جناب استاد و تمام بینندگان عزیز و گرامی رسانه تلویزیون اصلاح سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان. امیدوارم که همه عزیزا دارای صحت و عافیت کامل باشن. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدیم جناب استاد. خوب است جناب استاد که در ابتدا راجع به مفهوم تربیت اشاره کنیم. تربیت چی هست؟ با توجه به اینکه دین مقدس اسلام خوب توجه ویژه داشته است و ما در کارکرد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و هم صحابه بعد از ایشان و هم مصلحان بعدتر متوجه می شویم که واقعا این قضیه بسیار بسیار پر اهمیت بوده است. تربیت چی هست و منظور و مفهوم این قضیه چی می باشه؟ جناب استاد، بحث تربیت یکی از مسائل مهمی است که در اسلام روی او تاکید زیاد شده است و وقتی که با نصوص اسلامی هم مراجعه بشه و منابع اصلی اسلامی بله. هم میبینیم که روی از این قضیه تاکید شده است بله. خود تربیت علما میگن کلمه است که از رب گرفته شده است بله. به معنی مالک و سید و بله. مطاع و مصلح که بیشتر او را برای مصلح استفاده میکنن، یعنی کسی که اصلاحگری میکنه و فرد اصلاحگر در جامعه مربی میگن مربی او را میگن که همون شخص مصلح و اصلاحگر میباشه و در اصطلاح علما میگن مراقبت و توجه روی تمام حرکات یک فرد، چه بحث عقیدتی باشه، چه رشد فکری باشه، چه بحث های فضائل عملی باشه این را تربیت میگن. یعنی یک فرد که خواسته باشیم درست تربیت بکنیم، اولا روی اندیشه و تفکر او فرد باید کار بشه، بعدا روی عقیده و مسائل عقیدتی فرد کار بشه، بعدا مسائل فضائل و اعمال میایه و وسائلی که انسان رو به اصلاح میرسانه که اعمال صالح هست توجهی به اونها داشته باشن. به طور مثال عده از علما لغت مثال میزنن شخص مصلحگر به مصادف یک دهقان بله. شخص دهقان همیشه توجه میکنه که چیزی رو که میکاره بله. زرع میکنه و علفهای اضافه را برداره تا ای که کشتش خوب حاصل بده رشد بکنه. شخص مصلح همیشه نگاه کنه که همی فردی که را میخواهد تربیت بکنه چه عوامل بعد میخواهد قرار بگیره که اینها کلن برطرف بشه تا این اعمال خوب این فرد عادت بگیره و از عادت به اعمال خیر داشته باشه تا یکی که یک فرد نیکی را در جامعه تقدیم بکنه و فرد نیکی در جامعه تقدیم بشه شخصی که تربیت میشه. بسیار خوب، مثلا خیلی جالبه گفتیم بحث دهقان. همین رقم که کار دهقان کار تدریجی هست دیگه، او یک روزی به هر حال قصد میکنه یا اراده میکنه که یک چیزی بکاره و باز این عملیه رو انجام میده، باز تا او کشت او جوانه میزنه و بعد از او رشد میکنه. طبیعتا باید دهقان پیوسته مراقب این قضیه باشه. یعنی بحث تدریجی هست، گام به گام هست. بحث تربیت و مربی و متربی و اعمال تربیتی و اینا هم بحث تدریجی داره، یعنی یک شبه نمیشه. شاید شما مثلا اطفال فکر کنیم خواسته باشیم مثلا طفل خود در به گونه ای که اسلام گفته خواسته باشیم او را تربیت بکنیم، پیوسته باید مراقب او باشیم و
متوجه باشیم که ما هم به هر حال جلوی رشد او نگیریم دیگه، ما کمک بکنیم به رشد از او، بحث تدریج مطرح است دیگه، درست؟ دقیقا تفسیر بیضوی تربیت چنین تعریف میکنه که یعنی به تدریج یک فرد را به کمال رساندن. بله بله، یعنی فرد را به کمال رساندن شیئن فشیئن، یعنی با تدریج او را به رشد رساندن و تکامل رساندن. دقیقا موضوع تربیت همین است که به تدریج فرد را به تکامل رساندن و تمام اسباب و وسایل رشد را آماده بسازه و او اسبابی که مانع رشد یک فرد میشه و مانع ترقی یک فرد میشه، اونها باید از سر راه طفل برداشته بشه و شخصی که تربیت میشه از سر راه او برداشته بشه تا یک فرد نیک در جامعه تقدم بشه. راجع به اسباب و همچنین موانع تربیت در ادامه برنامه میرسیم انشاءالله. یک موضوع دیگر به خصوص که در قسمت واجه شناسی تربیت مطرح است، وقتی از رب بگیریم چون پرورش دهنده، یعنی بحث همه جانبه بودن قضیه هم شامل میشه دیگه، درست؟ مثلا وقتی خواسته باشیم یک کسی خواسته باشیم تربیه بکنیم، در همه حوزه ها، در همه جوانب مطرح هست دیگه، درست؟ دقیقا لفظ تربیت مثل که گفتیم یعنی شخص مصلحگر که باشه، به معنی اصلاح که بگیریم او را، یعنی شخص اصلاحگر با همو مصادف شخص دقان است که در تمام جوانب کشت خود فکر میکنه. شخص مصلح هم به تمام جوانب رشد شخصی که او را میخواد تربیت میکنه دقت داشته باشه و توجه داشته باشه تا یک فرد نیکی را در جامعه تقدیم بکنه. دقیقا همه جانب بودن تربیت مطرح هست که در تمام بخشا و ابعاد زندگی فرد او را درست تربیت بکنه. طبیعتا موضوع دیگر که در بحث تربیت مطرح هست، بحث فضائل مطرح هست که اگر متوجه تربیت یک نسل مؤمن و مسلمان باشیم یا کار ما کار تربیتی باشه، چی فضائل به این قضیه مرتب میشه؟ اولا وقتی که در نصوص اسلامی ما توجه بکنیم، الله سبحانه و تعالی میفرمه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای اهل ایمان خود و خانواده های خود از آتش جهنم وقایع بکنید. و مراد قتاده رحمه الله می فرماید که یکی از مفسرین یعنی خانواده را امر بکنین به اطاعت الله و نهی بکنین و باز بدارین از معاصی و نافرمانی الله سبحانه و تعالی تا ای که اونها از آتش جهنم وقایع بشن. وقایع از غضب الله و از خشم الله و از عذاب الله به وسیله اطاعت الله و دوری از نافرمانی الله سبحانه و تعالی، که فرد یک شخص معاصی در جامعه تقدیم نشه که گناه عذاب الهی را میرسانه و موجب عذاب الهی میشه و فردی که گناه میکنه و نافرمانی میکنه مستحق عذاب الهی میشه. بنابراین کسایی را که در تحت پرورش قرار میدهیم و اونها را میخواهیم تربیت بکنیم، الله سبحانه و تعالی میگه خود اول شخص مصلح خود را عادت بده و اعمال خیر و دوری از اعمال بد، و بعدا خانواده و اهل و فامیل و اولادهای خود را وقایع بکنه از نافرمانی الله سبحانه و تعالی و عادت بده به انجام اعمال خیر و اطاعت الله سبحانه و تعالی. بله. و دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ کس نیست که الله متعال به او یک رعیت قرار بده و او متوجه رعیت خود نباشه ای که بوی جنت به مشام او فرد نمیرسه. و کلکم راعن و کلکم مسئولان عن رعیته و الامام مسئول عن رعیته، و تعبیر رسول علیه السلام ادامه که می فرماین خانم مسئول است به اهل خود و راجع به رعیت خود و اطفال خود با خانه. و ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم یک نکته بسیار زیبایی می فرمایه استاد، میگه ادب ابنک فانک مسئول عنه، طفل خود تربیت بکن تو از او سوال میشه ماذا ادبته، چگونه او را ادب آموخته، چگونه او را تربیت کردی و چگونه او را به رشد رساندی، و او هم پرسان میشه. بله. یعنی طفل هم پرسان میشه عن برک و طاعته لکه، چگونه به تو نیکی کرده و چگونه از تو اطاعت کرده.
یعنی مسئولیت شناسی را تقسیم میرساند که فرد در مقابل اطفال خود مسئول است و اطفال هم در مقابل والدین خود مسئولیت دارند که با آنها احسان بکنند یک قضیه و اطاعت بکنند در امور خیر زمان کنها را تشویق میکنند و ترغیب میکنند یا دستور میدن به انجام یک عمل خیر. بنابراین از این نصوص مجموعا دانسته میشه و دیگر با اقوال فقها که برن در اسلام بحث تربیت بسیار یک بحث گسترده و بحث زیبایی است، چون اگر خواسته باشیم یک ملت را اصلاح بسازیم یا یک جامعه را اصلاح بسازیم یا یک نسل را اصلاح بسازیم، این نسل خب بدون افراد نمیشه، افراد باید اصلاح بشن و افراد زمانی که اصلاح بشه جامعه هم اصلاح میشن، در جامعه هم خیر است. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فرد بودن، خودشان در تحت مراقبت تربیت الله سبحانه و تعالی و زمانی که وحی برای اونها میای اصلاح گیری را شروع میکنن، یک نسل تغییر و تحول برایشان میاره و دقیقا اطفال کسانی که با عنوان مسئولیت شناسی نی حق زن مطرح بود، نی حق پدر و مادر مطرح بود، نی شناخت الله مطرح بود و نی خیر و خوبی در جامعه مطرح بود، یک نسل را ساخت به عنوان الگو برای انسانهای دیگر که بعد از پیغمبر علیه الصلاه و السلام یا که صحابه باشه و واقعا الگو هستند که رضی الله عنهم و رضوا عن الله سبحانه و تعالی. میگه این سبب میشه که شخص مسلم دقیقا شب و روز تلاش بکنه برای اصلاح یک نسل و انشاءالله که این کارهای او به نتیجه نمیمانه و الله سبحانه و تعالی نتیجه را به او مرتب میسازه و یک ثمر میده که بعدا با صفات مربی و اشارات روی قضیه خواهد داشت. از بیانات نیک شما هم برداشت کردم که پس کار تربیتی و توجه به تربیت خود و اطفال و خانواده خود و جامعه داشتن، این کار انبیا است، چون گفتین که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین میکردند. و مثلا ما در بحث حضرت یعقوب علیه السلام داریم، در قرآن کریم میخوانیم که الله تعالی میفرماید که هم کنتم شهدا از حضر یعقوب الموت از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. اونجا از الله تعالی برای پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه تو زمانی که برای حضرت یعقوب علیه السلام مرگ آمده بود، یعنی در حالت احتضار بود، تو شاهد بودی که برای بچه های خود میگفت، حضرت یعقوب برای فرزندان خود میگفت که بعد از من چی چیزی پرستش میکنین شما؟ و اونا گفتن که ما اله تو و اله آبای تو و ابراهیم و اینار، یعنی اله ابراهیم و اینار پرستش میکنیم. یعنی حضرت یعقوب علیه السلام هم به عنوان یک نبی، به عنوان که به اسرائیل کلن سلسله از اینا برمیگده، به اونا همی چیه داشتن که در حتی آخرین روزها، آخرین لحظات زندگیشان باز هم نگران تربیت اطفال بودن، تربیت بچه های خود بودن، که نشد روزی که به هر حال جنازه و از این خانه بیرون میشه اینا چی کسایی دارن پرستش میکنن، برنامه آینه از اینا و برنامه از اینا چی هست. خب طبیعتا کار دعوتگران به هر حال کار مقدس است. میشه که راجع به صفات شخص مربی، کسی که بر حال همی اقدام کرده، مثلا او مادر که برنامه مار میبینه و دیگه بر حال تصمیم میگیره که پیوسته تلاش بکنه برای تربیت اطفال خود یا هر کس دیگر، چه صفات اول باید به خود ایجاد بکنه تا ای که به عنوان یک مربی کار از او اثرگذار باشه؟ تشکر جناب استاد. اشاره که پیرامون انبیاء علیهم السلام کردین، می یک اشاره کوتاه میکنم. اولا الله متعال در روز قیامت از کل انسان ها پرسال میشه ماذا عجبتم المرسلین، جواب انبیا را چی دادین؟ و از انبیا هم پرسان میشه که شما رساندین. بله. یعنی پس مسئولیت رسان تربیه و اصلاحگری وظیفه انبیا علیه الصلاه و هر پیغمبری که می یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، موضوعی یعنی اول اصلاح عقیدتی و فکری را شروع میکنن. و رسول علیه الصلاه و السلام هم مدتی را که در مکه هستن روی اعتقادات و روی آماده ساختن افراد کادرها و آماده ساختن برای پذیرش اسلام و ایمان کار میکنن، تا اینکه بعدا احکام میآید و زمانی که احکام میآید تحریم شراب که میآید، خود نفر خودش شراب رو طرف
ولو که سرمایه است به در بیرون میریزه و از قبل تربیه شده تربیه شد میگه حکم الله هست، نباید حکم الله بله. نقض بشه، چون آماده شده به تربیت شده سر بله. زمانی که بگه این حلال است بله آماده هست، ولو که سنگین هم باشه یعقوب او را تطبیق میکنه، و این حرام است ولو که باعث خساره مالی هم بشه او آماده نیست که او را اجرا بکنه بله. بعدا صفات شخص مربی علما چند صفت را ذکر میکنن، یکی از این صفات ای است که علم داشته باشه شخص مربی، دانش داشته باشه و همی است که فقه الواقع المعاصر خصوصا عصری یعنی مسائل عصری را بفهمه، به تعبیر ابن عابدین شامی رحم الله که میفرماید کسی که هر فردی که در زمان خود عالم نباشه و علم عصر خود را نفهمه شخص جاهل اطلاق میشه به او، به این خاطر است که زمان ها متفاوت است و اسباب هدایت ها در عصر و زمان ها متفاوت میشه. به طور مثال فرد امروز ما مسائل رسانه‌ای را داریم، خصوصا صفات مجازی را داریم شاید. و اگر فرد این را متوجه نباشه و کنترل شخص طفل خودر یا دختر خودر پسر خودر پیرامون صفات مجازی نده توجه نداشته باشه که چی نگاه میکنه، چی میبینه، چی سریال هایی را نگاه میکنه، دقیقا به انحرافات میره. پس اولا این مسئولیت برمیگرده که شخص علم داشته باشه، شخص مربی و علم حاصل بکنه، و قبل از اینکه ازدواج میکنه فرد به فکر باشه که من در آینده یک پدر نیک باشم و طرف خانم هم بگم من در آینده یک مادر نیک باشم، چون اولین اون گوه اطفال والدین اونها هست. پس اگر خدای ناخواسته فرد مربی علم نداشته باشه و مطالب رو نفهمه، چگونه فرزند خود رو تربیت میکنه؟ مثلا فرد نماز رو نفهمه، چگونه با نماز به کس تعلیم میدهد؟ قرآن رو نفهمه و چگونه قرآن رو به کس تعلیم میده؟ و این است که اشاره ما روی این قضیه است که برای همه بینندگان که کوشش بکنیم قبل از ازدواج یعنی افرادی باشیم که یک مسئولیت در آینده وقت ازدواج ما که میشه دو مسئولیت برمیگرده فردی که ازدواج میکنه، یکی پدر میشه و یکی مسئولیت یک خانواده رو به دوش میگیره، قبلا این حالت رو نداشته باشه و این مسئولیت بسیار سنگین هست و اگر فرد توجه نکنه و عالمانه پیش نره و به اساس علم پیش نره دقیقا با مشکلات روبرو میشه. بسیار خوب، پیش از اینکه به صفت بعدی بریم، بحث علم که گفتیم خب شاید در قدم اول به ذهن چنین تصوری پیش بشه که به حال نفر آمده باشه درسی رو خونده باشه، کلاس و درس و به حال صنف و ایگپا مطرح باشه، آیا چنین حرفی هست یا نه؟ امو دانش کافی، امو معلومات کافی، حالا از هر طریقی که به دست آورده همون معلومات مهمه. نگاه کن جناب استاد، در بحث علم در مثلا فرد که نماز میخونه همین اندازه بفهمه چی چیزهای نماز رو باطل میکنه و سبب فساد نماز میشه بله. یعنی به طور مجمل چیزی رو ما بفهمه، یعنی کل جامعه خوی از جمله ممکنات نیست که متخصص باشن، شیخ الحدیث باشن، شیخ التفسیر باشن، یا دکتر باشن، انجینر باشن، مهندس باشن، و هر فرد این حالت رو میتونه که فرد مسلمانه که مثلا وضو میگیره شر فرایض وضو رو بفهمه و میده علم رو و اولاد خود هم یاد میگیره، شرایط نماز رو میفهمه و میفهمه یک حکم است، مفاسد نماز رو میفهمه و اولاد خود هم میآموزن، مثلا روزه میگیره چی چیزهای روزه رو باطل میکنه و طفل خود را هم چنین عادت میده، درس اخلاقیات مثلا میده، درس اخلاقیات رو میفهمه، چی کارهای بد است، چی کارهای خوب است، مجملا یعنی به شکل اجمالی معلوماتی را که برای اصلاح یک فرد نیاز است برای اولیه همچون علمی را مثلا میدانه که دروغ گفتن حرام است، حرام یک دانش است. بسیار خب، صفت بعدی میشه که اشاره بکنیم چی؟ صفت دیگری است که شخص مربی شخص امانتدار باشه. بسیار خب، دقیقاً به خاطر که اولاد امانت الهی هست. بسیار و تربیه اینها یعنی صدقه جاریه اطلاق میشه، پیغمبر علیه السلام سه چیز صدقه جاری یک اولاد ساله که برای والدین خود دعا میکنه، بنا شخص امانتدار به این معنا که کوشش بکنه حریص باشه برای اصلاح فردی که مسئولیت او را داره و دقیقا شب و روز تلاش بکنه که فرزند ما فرزند نیکی باشه و تلاشی که چی کارهایی را و چی اسبابی را و کار بگیرم که فرزند ما از راه های منحرف و از راه های غلط دور بشه و دور نگه داشته بشه، بنابراین امانتداری به معنی که ایره امانت الهی فکر بکنه. بله، وقتی که امانت خودش خیانت نکنه
و شب و روز تلاش بکنه، الله متعال هم ضایع نمی سازه اعمال مؤمنین رو، ان شاء الله به نتیجه خوبی را در آینده شاهد او میشه. بسیار خوب، به خصوص که این امانت دیگه واسه خیلی تاثیر پذیره. مثلا میگم صفحه دل طفل به خصوص اطفال که حالا یا در مدرسه هم به دست یک معلم امانت هم دیگه، و یا هم در مثلا در ایتام هستند یا در خانه هستند، اینا از اندکترین کار مثلا مربی خود به هر حال تاثیر میگیرند، الگو میگیرند و همون نقش برمیدارند. صفت بعدی میشه اشاره بکنیم؟ صفت بعدی جناب استاد به طور خلاصه قوت است، یعنی مراد از قوت ایمانی، قوت اخلاقی و قوت جسمانی، توانمندی. یعنی شخص توانمند باشه، چون افراد مریض خب شما میفهمین که حتی سر دل برای خود ندارد، چه جایی که بتونه یک فرد را تربیت بکند. و همچنین توانمندی را که اگر تنها روی قضیه جسمی نگیریم، شخص اللحاظ اخلاقی هم شخص توانمنده باشه، اللحاظ ایمانی هم شخص توانمنده باشه. به طور مثال زمانی که یک پدر میگه بابا وقت نماز از آن داده شده بریم به جماعت، خود پدر حرکت بکنه. بله. اگر دقیقا تصمیم رو بتونه بگیره. اگر خود پدر بخونه خب فرزندم یک روز بره، دو روز بره، روز بعدی نمیره، میگه اگر کار خوبی باشه چرا شما نمیره. لحاظ اخلاقی، توانمندی اخلاقی، مثلا پدر یا مادر بگه بابا حرف بد نگه، دو ندی، دشنام ندی، غیبت کسی یا تومت، حرفای بد به طور عموم اعمال بدر، لحاظ اخلاقی که بد است، و خود او هم استفاده نکنه. بله. اگر استفاده کرد طبیعتاً طفل ایگه او تاثیر نمی کنه که اعمال بدر انجام ندی. تا سال پدر به زبان بگه که مثلا دشنام ندی، ولی خود او آدم دشنام یا بد زبانی باشه، خود طبیعتاً او بیشتر الگو میپذیره. از این جهت است که توانمندی ایمانی، اخلاقی و جسمی فرد روی تربیت خیلی موثره. اگر اینها نباشه طبیعتاً نمیتونم کسی را تربیت بکنم. بسیار خوب. در ذیل همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتن مؤمن قوی بهتر و دوست داشتنی تر و خیر هست گفته شده از مؤمن ضعیف، روز یک کتاب میخواندم ذیل همین نوشته بود که قوت مؤمن بیشتر در چند مورد یاد کرده بود، یک خود بحث ایمان و اینا مطرح هست، بحث اراده که لحاظ اراده قوی باشه، بتونه اراده استوار داشته باشه، همت بلندر یک چیز دیگر نام گرفته بود، بحث اعتماد به نفس هم یک دیگر از موارد نام گرفته بود، و بحث ای که نفر واقعا پشت کار داشته باشه و همچنان بتوانه این کار به هدف او برسانه. اینا مواردی بود که اونجا نام گرفته بود که شما هم اشاره کردیم، کدام خصیصه دیگه هم مانده، کدام صفت دیگر هم از مربی؟ جناب استاد صفت دیگر عدالت است، که شخص مربی شخص عادلی باشه. در نزد رسول صلی الله علیه و سلم یک خانم آمد و دختری داشت، پسر داشتی را در آغوش خود داشت، و دختره که آمد او را پلوی خود نشاند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله سوایت بینهم، چرا عدالت نکردی در من؟ یکی بالای یک زنوی خود میشاند، یکی بالای زنوی دیگر. حتی در اهدا و تحفه دادن، پدر زمانی که تحفه میده تفکیک نشه، این دختر است، این پسر است، این خورتر است، این کلانتر است. یک بحث نیازها هست، بحث نیاز است، یک بحث عدالت است. بعضی موارد در بحث عدالت تحفه پدر میده باید مساوی یا نبده، در بحث نیازها گاهی گشتا یک طفل به مکتب میره کیف نداره، بله کیف میگیره، حالا طفل دیگه کیف سالم است، این نیاز نداره که حتما بو هم کیف بگیره. خب تو باید بفهمونه دیگه، اون رو بفهمونه که این بحث نیاز هست، یعنی اگه تو هم کیف تو خراب می بود و کیف تو جالب نمی بود به تو کیف می گرفتم. یا ای که قلم است، یا ای که بحث لباس هست. اما عموما توجه با رفتار مساویانه بین اطفال داشته باشه، خصوصا این قلب طفل خیلی زود مشکنانه و رنج فکری میبره طفل. مثلا زمانی که به یک پسر خود صبح مکتب میره 50 روپیه بده، به یکی دیگه 20 روپیه بده یا 10 روپیه بده، این خیلی تاثیر میکنه. افکار روزانه به این فکر است که او را بابای ما بیشتر مایه، توجهی به من نداره، و این دغدغه وجودش هست. و یا لحاظ شرعی هم کار خوبی نیه که انسان یکی را تحفه زیادتر بده و یکی را تحفه کمتر بده، و عدالت باید رعایت بشه. حتی در احساسات جناب استاد، مثلا
وقتی یک طفل صحبت میکنه ما و گپ های از گوش میکنه و طفل دیگه که صحبت میکنه ما بوره کنار بزنیم، این هم بسیار میبینیم مورد توجه بچه ها قرار میگیره. بابا فلانی صحبت های گوش میکنه، ما چرا گپ هامر گوش نمیکنه. اینا بسیار بسیار متوجه هم اطفال بسیار بسیار متوجه هم که بابا چیگونه، یا حتی مثلا معلم مجموعی از اطفال که در اکسن قرار دارن متوجه تک تک اعمال مربی خود یا استاد خود هستن که چگونه با چی کسی تعامل بیشتر داره، با چی کسی تعامل کمتر داره، با ما چگونه برخورد داره استاد ما، اما برخورد استاد در نسبت به خود مقایسه میکنن با برخورد استاد نسبت به طفل دیگر، با همسنف دیگر. بسیار گپ مهمی است در این قضیه مطرح کردیم. اگر کدام صفت دیگر هم هست دیگه استاد، بحث حزم است. حزم یعنی تمام امور سر جایش گذاشتن، یعنی اشاره به این داره که در چه موارد سختی با طفل صورت بگیره، در چه موارد نرمی با طفل صورت بگیره. مثلا به طور مثال همیشه طفل رو درس خواندن نگذاره که حتی تفریح انجام بده، بازی انجام بده. طبیعتا اطفال با بازی رشد میکنن و این زمانی که یک کار نامناسبی را انجام میده یک تهدید بشه، و بعضی موارد که باز کار خوبی را انجام میده تشویق بشه. مثلا میاره طلانامه خود، بابا من اول نمره شدم. اینجا نیاز به تشویق داره، نیاز به ترغیب داره. گاهی که شما میاد یک کس شکایت میکنه که امی عمل منفی را انجام داده، اینجا یک تهدید بشه. یعنی این تشخیص موارد سختی ها و تشویق ها را تشخیص بده، نه همیشه به یک حالت سختگیر باشن، یک حالت هم خیلی شیرین باشه که طفل از همون شیرینی از اون بلایی میازه سو استفاده بکنه، دقیقاً موارد درک بکنه. و خود این نیازمند این قضیه هست که یا الله یا پدر و مادر یا معلمین یا دیگر مربیین به هر حال شیوه های تأدیب و شیوه های تشویق را بدانم. بسیاری وقتا هست که تأدیبی که مثلا معلم به کار میگیره نسبت به او اشتباهی که صورت گرفته بسیار بزرگتره. یعنی به این اشتباه کوچکی که صورت گرفته لازم نیست که چنین تأدیبی بشه، با این مثلا خشونت اعمال بشه. یا هم مثلا طفل یک کار خوردی کرده، ما بیایم یک تشویق بسیار کلانه بکنیم، خب فردا یک کار کلانه بکنه ما چگونه مثلا بتونیم تشویق بکنیم؟ شاید تشویق ما مورد توجه قرار نگیره. پس یک پروسه بسیار مهم است که باید ما اولویت بندی باید بکنیم. بسیار خوب. دیگه مورد هم اگر هست استاد، بعض موارد اطفال یک حرکت های کوچک طفل است انجام میده، مثلا 10 شالله، 15 شالله، 20 شالله، نه این نامناسب است دیگه. اصلا این خود ضرب و شتم اطفال یا خب این راه حل نیست، راه حل نیست. و این از همه وقت دیگه نسبت به پدر یا مادر یا مربی استاد هر کسی که باشه کینه را در عقده ایره به دل راه میده. و بعدم که کم قوت گرفت باز حرف ای هیچ توجهی به او نمی کنه، البته جواب گویی میکنه، گاهی که حرف جواب میده و ای برمیگرده. بگن اگر لطکوب راه حل می بود پس هر طفل یک بار لط میخورد، هر بار یک هر طفل یک دفعه بر حال مورد ضرب و لط قرار میگرفت، چون اسلام شده بر حال. در حالی که ما میبینیم قضیه برعکس است، هر چقدر والدین خشین باشن خشونت بیشتر اعمال بکنن میبینیم که طفل از اینا پرروتر و بسیار جسورتر بار میایه و همچنان موارد بیشتر میبینیم که از اشتباهات تکرار میشه. تشکر از بیاناتی که داشتم استفاده کردین جناب استاد. میرین طرف یک وقفه بعد پس از در خدمت بیننده های عزیز خواهیم بود. عزیز سلام مجدد داریم خدمت شما عزیزان بیننده. خوش آمدید به ادامه برنامه آیین زندگی. موضوع برنامه ما تربیت اسلامی هست و مهمان محترم برنامه ما جناب استاد رمضان یعقوبی. جناب استاد در خصوص مواصفات یک مربی یا صفات یک مربی اشارات زیبایی داشتند، اگر موارد دیگر هم مانده میشه که مختصر اشاره کنه. تشکر جناب استاد. یکی از صفات دیگر شخص مربی شخصی است که خود مربی شخصی باشه که شخص اصلاح طلب باشه و اصلاحگر باشه، یعنی خودش هم مصلح باشه و هم مصلح برای جامعه قرار بگیره. چون فرد تا زمانی که خودش اصلاح نباشه گپش برای دیگران تأثیر خوبی را نمیگذاره. یعنی منظور شما اینه که خود از وی هم آمده پذیرش
نسای دیگران هم باشه و برای دیگران هم به هر حال نصیحت کنه، هم نصیحتگر هم نصیحت پذیر باشه. درست مثل که الله سبحانه و تعالی میگه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا دیگران رو به نیکی دعوت میدین خود رو فراموش میکنین؟ و جهت است که هم شخص و کان ابوهما صالحا که هم قصه خضر علیه السلام و موسی علیه السلام بود، پس شخص هم مصلح باشه و هم مصلح باشه، هم خودش اصلاح شده باشه و بپذیره اعمال را و نصایح دیگران را و شخص حریصی بر انجام اعمال خیر باشه تا ای که یک شخص مصلحی برای نسل باشه و ابنای خود باشه. دیگه تشکر جناب استاد. از صفات مربی، صفات خوب مربی که اشاره کردیم، من برداشت کردم که کار تربیت کار بسیار دشوار است. کار بسیار واقعا عزم و اراده میخواهد، واقعا توجه ویژه میخواهد، توجه به هر حال مداوم میخواهد. اهداف در قسمت تربیت چگونه هست؟ ما این همه رنج و زحمت و به هر حال توجه ویژه داشته باشیم روی چی هدف؟ دقیقا صفات شخص مربی که شما اشاره کردین واقعا تربیه یک کار سنگین است. میبینید الله متعال اصلاحگری رو به انبیاء علیهم السلام میده و مقام نبوت رو میده. بله. و دقیقا قرآن کریم به پیغمبر علیه السلام فصبر کما صبر اولی العزم، چون صبر به کار داره، حوصله به کار داره تا یک شخص در جامعه اصلاح بشه و فردی که این صفات در کنار او شخص صادقی باشه و شخص حکیمی باشه، کارها رو با حکمت پیش ببره. بعدا روی یک هدف باید باشه. دقیقا مثل سوال شما جناب استاد، اول از اهداف تربیه تصحیح عقیده شخصی که او را میخواییم تربیت بکنیم، ما را چی شاگرد ما باشه و چی طفل ما باشه که یعنی پدر و مادر، و اصلاح عقیده به این معنا که پیغمبر علیه السلام میگه شما چیزهای خبر به اطفال خود بیاموزین، اول لا اله الا الله را بیاموزین، توحید را بیاموزین. مثلا از دورانی که طفل 5 ساله بود طرف میشه، شناخت الله را آهسته آهسته به او شروع بشه. مثلا توحید شروع بشه، توحید یعنی چی؟ توحید ربوبیت یعنی چی؟ الوهیت یعنی چی؟ اسما و صفات الله سبحانه. به هر حال به زبان خود بوده، خداشناسی به زبان خود بوده، اما تدریجا نه با اساس تخصصات بسیار قوی و اختلافات آرایی که پیش بکنه، و اما چیزی که علاقه طفل. مثلا در بحث شناخت رسول صلی الله علیه و سلم، مثل که سعد بن وقاص میگه ما مغازه و سیرت رسول صلی الله علیه و سلم برای اطفال خود میآموختیم، مثل که سوره از قرآن رو میآموختیم براش. بله بله. مثلا با پیغمبر، اسم پیغمبر علیه السلام، بعدا اسم پدرشان، اسم مادرشان، همین سلسلتا و دیگری که پیغمبر علیه السلام چی اخلاقی نیکو داشتن، کل روند زندگیشون، بله، بحث عبادت چگونه فردی بودن، در بحث دعوت چگونه فردی بودن، و این حالت رو باید داشته باشم که اینها تصحیح عقیده را می آموزند. چقدر خوب است که در همین راستا مثلا وقت یکی از عجایب قدرت خداوند می بینیم، مثلا یک گل، یک سیب، یک میوه می بینیم، ما خالق بگیم که این بچم کی پیدا کرده، مثلا خالق از این که نخوی طبیعتن آیسته و آیی که مثلا بس این بالاتر که میرسه، مثلا متوجه باشیم برای از درس از داستانهای انبیا، داستانهای زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشیم، قصه هایی که به هر حال ما به اون ظرفیت خود میدانیم شنیدیم، از علما شنیدیم یا مطالعه کردیم از سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله. جدای از بحث عقیدتی کدام هدف دیگه هم دیگه هدف تربیه که تعلیم قرآن و علم به احکام قرآن را. اگر خواسته باشیم یک فرد بسیار خوب در جامعه شخص مصلح را تربیت بکنیم، باید قرآن را به او بیاموزیم. از دوران طفولیت صحابه با اطفال خود را با قرآن آشنا می ساختن، و اولین درس ما هم برای اطفال درس قرآن کریم باشد. در کنار ازی که درسای دیگر را می خوانه، باید وقت بگذاریم برای آموزش قرآن کریم. بعد از اینکه قرآن کریم تا سن 10 و 11 طفل ما یاد گرفت جناب استاد، معانی و مفاهیم قرآن کریم است. یک فرد زمانی که بفهمه که الله متعال میگه و بالوالدین احسانا، هیچ گاه دیگه با پدر حرف بد نمیگه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، وقتی که متوجه غضب الهی بشه، وقتی که متوجه بشه نافرمانی الهی چه عواقبی را به آینده به بار میاره، اقوام گذشته سبب یکی هلاک شدن، سبب نافرمانی، یکی از اسباب هلاکت اونها نافرمانی اونها از الله سبحانه و تعالی، این فرد خودش خود یک خودر میسازه و آماده میسازه برای تطبیق احکام الهی. بسیار خوب.
تشکر جناب استاد. از فضائل و اهداف که رد بشیم، برای تربیت چی انواع علما برمشورن؟ یعنی در مجموع تربیت اسلامی شامل چی انواع می باشه؟ آیا فقط تربیت ایمانی هست یا دیگه انواع تربیت هم ما داریم؟ با توجه به که کتاب های هم در زمینه نوشته شده، مثلا ما کتابی داریم از دکتر عبدالکریم زیدان به نام چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم، دیگه کتاب ها هم در بازار هست که انواع تربیت را ذکر میکنن. جناب استاد، واقعا مراجعه به منابع بشه. بله. علما تربیت را تقسیم میکنن، یکی تربیت ایمانی است که روی تربیت ایمانی بیشتر روی اصلاح عقیده، فکر و عادت دادن به اعمال خیر و دوری از اعمال زشت و اینها برمیگرده. بعضاً بعد از دیگه تربیت های علمی هست که در بحث های علمی یک فرد را در جامعه میخواد تربیت بکنه، مثلا یک فرد در پنزه غیر از شریعت دکتری میخوانه شد، در اونجا علوم جدید را که میآموزاند و چی صفات بیاموزاند، تربیت علمی، تربیت علمی و تخصصات رشته ها متفاوت هستند. و بحث تربیت ایمان خود یک بحث گسترده است، انشاءالله اگر در بحث های انشاءالله بودیم در ستا و اینده انشاءالله در خدمت و تربیت اخلاقی و تربیت جسمی و تربیت فکری و بسیار خوب. اینا کلا انواع تربیت می باشه. بسیار خوب. حتی تربیت جنسی هم باید مورد که بحث ازدواج برمیگرده. قضیه پیرامونی که قبل از اینکه فرد ازدواج بکنه با خانواده ازدواج بکنه، که یعنی او فرد بتونه مادر بودن رو بفهمه و ارزش مادر بودن رو بفهمه، قضا و انواع تربیت است که یک بحث گسترده است. جناب استاد، بله جناب استاد، به هر حال تربیت با او حجم بسیار بزرگی که داره، با انواع بسیار مختلفی که داره، طبیعتا وسائل برای تربیت وجود داره. نه با توجه به زمان معاصر ما و شما و آنچه در تعالیم انبیا و مصلحین ما متوجه میشیم، وسائل تربیت کدام ها هستن؟ جناب استاد، اول از وسائل تربیت الگوه بودن شخص مربی هست. حالا که میخواه پدر و مادر باشه برای اولادهای خود و استاد باشه برای شاگردان خود، یعنی فرد الگوه باشه، نمونه باشه. و میبینه که الله تعالی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر برای شما نمونه نیکی است در تمام ابعاد زندگی. اگر بحث اخلاق رو میگین، اگر بحث ایمان رو میگین، اگر بحث دعوت رو میگین، اگر بحث تفاهم و گفتگو با غیر مسلمان ها هست، پیغمبر برای شما، اگر بحث معاملات است، اگر بحث معاشرات است، برای همه پیغمبر علیه الصلاه و السلام الگو هست. پس شخص مربی باید یک نمونه نیکی باشه برای شخصی که او را تربیت میکنه. به طور مثال یک استاد باید یک نمونه نیکی باشه. وقتی که از صداقت گپ میزنه، وقتی که از امانت گپ میزنه، از اصلاح گپ میزنه، از حکمت گپ میزنه، از عدالت حرف میزنه، کلا خودش همین صفات با خود داشته باشه تا این که او شخص هم متوجه باشه که به واقعیت اینها ارزش خود داره. یعنی بیشتر به جای این که مثلا اطفال به گفتار توجه بکنن، که یا مثلا متربی هم کسی که مورد تربیت قرار میگیره، خود طبیعتا اینقدر به گفته ها توجه نمیکنن، به اعمال توجه میکنن. دیگه چی وسایل دیگه؟ از وسایل همنشینی هست. بسیار خوب. هر مجلس تاثیر خود داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم همنشین نیک و همنشین بد را تشبیه میکنن. میگه همنشین نیک مثل عطار است، شخص عطر فروش است. اگه شخص به دکان یک عطر فروشی بره، ولی که عطر نگیره، بیرون بشه بوی عطر میده، بوی خوش میده. و اگر به دکان آهنگری بره، ولی که چیزی نگیره، بیرون شه اثر از همو اثرات او کسب به وجود از دیده میشه، لباسش سیاه میشه، قسمتی از سیاهی ها. بنابراین اگر فرد یکی از حال وسائل تربیه است که متوجه باشین طفل ما با چی کسی هم نشینه میکند، رفقای چگونه رفقای هستند. متاسفانه در عصر حاضر جناب استاد، بیشترین آسیبی را که قشر جوان ما میگیرن و میبینن بحث رفقا هست. مثلا فرد شخص رفته مهمان بوده، به او تابلت های نشا آور دادن یا مواد مخدر دادن، بعدن میاد یک عالم جنجال برای فامیل است و تا ای که یا ای که خبر نبوده، شبها تفریح ها متوجه نبوده که هم نشینای فرزند مکی بوده. بعدن بعد از مدتی که معلوم میشه که با یکی از انواع مواد مخدر آلوده هست،
یا به یک عادت از عادت‌های دیگر آلوده شده است وقت، بعدن تداوی بسیار مشکل هست. و همین است که هر مجلس تاثیر خود را داره و مراقب باشیم که فرزند ما با چه افراد همنشینی داره، رفقای چگونه رفقا. اگر رفقای نیک باشه خود دقیقا تشویق باشه، ترغیب باشه، مشکل نداره. اگر رفقای بد باشه مانع باشه پدر و مادر. بسیار خوب. ایده از بیننده های عزیز ما، خب به هر حال خود اونا هم به هر حال نیاز دارن که یه قضیه رو بفهمن. خوبه که اگر طفل هستیم، اگر مثلا بزرگ هستیم، نوجوان هستیم، جوان هستیم، خوبه که در قسمت تعیین رفقای خود خو و به هر حال کسایی که ما به اونا نشست و برخاست داریم، ساعت ها میگذرانیم با اونا، به هر حال مراوده داریم، ما بسیار بسیار دقت کنیم چی کسی به عنوان رفیق برگزیدی، آیا این رفیق تو انسان خوبی هست، انسان هدفمندی هست، انسان صالحی هست یا نه، چگونه هست. خب است که به هر حال خود، یعنی خود هر کس، هر فرد متوجه رفقای خود باشه، خصوصا قشر جوان ما و محصلین عزیز ما که در پوهنتون ها هستن یا مکاتب هستن، مثلا صنوف بالا هستن، ایره متوجه باشن که در روز قیامت پشیمان میشن، ندامت میکشن از رفقا، یا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا، کاش که فلانی را دوست نمیگرفتم، به این بدبختی ها کشان مرا. و موجهت از قضیه ای که با جند شیطان، با هم رنشان شیطان باشه، شیطان میگه الله مطال به شما کتاب فرستاد، عقل داد، وسایل هدایت را فرستاد، از فلا تلومونی و لوم انفسکم، مرا ملامت نکنین، خود را ملامت بکنین. اگر به حساب رد انسان را میده ولی و همچنین وقتی که مشرکین به جهنم و کفار به دوزخ انداخته میشن، میگن الله عذاب کسایی که ما را به حالت آورده بیشتر بکن. اونا میگن نه، اینها ما را به حالت کشندن، اینا اگر ما پیروی نمیکردن ما این رقم ظالم نمیشدیم و این رقم متجاوز نمیشن. بنان این ندامت داره، پشیمانی داره، حسرت داره در روز قیامت، و این حسرت به درد کس نمیخوره. بنان هم نشین نیکر برای خود انتخاب بکنیم، صالحین را انتخاب بکنیم. و دیگری که جناب استاد از وسایل تربیه یکی دیگر هم اشاره میکنم، خواندن سیرت رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه، تابعین و تبع تابعین که بینا سلف صالح امت میگن. بله. یک فرد اگر خواسته باشه، یک فرد نیکی باشه، نیکی را از اونها باید بیاموزه، زندگی بزرگان دین، زندگی بزرگان رو بیاموزه، مطالعه بکنه. و همیشه کتاب سیرت پیغمبر، سیرت صحابه و تابعین و علمای محققین و حتی علمای معاصر، افرادی که در راه اسلام خدمت کردن، و انسان کتابهای اونها رو میخونه و خود رو مقایسه میکنه با اونها، همت انسان رو بالاتر میبره و با این درجات علمی رسیدن چرا من هرسم تلاشش بیشتر میشه و غفلت از این فرد دور میشه. و انشاءالله که الله سبحانه و تعالی برای ما همه توفیق اعمال خیر نصیب بکنه و ما را اصلاح بسازه و سبب اصلاح دیگران ما را قرار بده. خیر، ببینید جناب استاد، تشکر، استفاده بردیم از حضور شما در برنامه، انشاءالله که در جلسات بعدی هم باز در خدمت شما باشیم و بینده های عزیز هم از بیانات شما استفاده کنند. تشکر از شما جناب استاد، الله متعال ما را و افرادی که در رسانه کار میکنن سبب اصلاح جامعه و مردم ما قرار بدن. الله سبحانه و تعالی دعا بکنه که اول ما را مردم نیکی بگردانه و دعوتگران بگردانه که اللهم تعال دعوت رو بپذیره و اللهم تعال به ما توفیق بده که دین رو به شکل بسیار آسان و واضح برای ملت خود و مردم خود بیان بکنیم. و تشکر میکنم از همه بینندگان عزیز. انشاءالله که توصیه ما برای همه عزیزان ما این هست که برنامه های ایمانی رو تعقیب بکنید و در دنیا همه هست میگذره، خوبی ها رو برای خود انتخاب بکنید که نتایج خوبی رو در آینده به دست داشته باشین، از بدی ها اجتناب بکنین و از رسانه هایی که بدی ها را نشر میکنن، پخش میکنن، خود دور نگه دارین که در آینده نتایج بعدی را انشاء متوجه میشین که او حسرت و او پشیمانی فایده نداره. بنابراین دشمنان اسلام خیلی کار میکنه در عصر حاضر، اللحاظ رسانه ای و زهر میپاشن در افکار ابنا و فرزندان و امت اسلامی. دشمن من حیث دشمن بشناسید که هیچ وقت دشمن خواهان آسودگی و عزت طرف مقابل خود
نمی باشه و غیر از اینکه ذلت برای مسلمان ها ایجاد بکنه، خوب است که همه جوانان ما، چی خواهر و چی برادر، چی داخل کشور چی بیرون از کشور، اهداف فکری دشمن را بفهمند و از او وسایل کنها را به اقوا و گمراهی میکشانه دوری بکنند و برنامه های ایمانی را تعقیب بکنند تا اینکه انشاءالله در روز قیامت در کنار صالحین و مفلحین قرار بگیرند. سپاسگزارم جناب استاد گرامی استاد رمضان یعقوبی از حضور شما در برنامه استفاده بردم از بیانات شما و همچنان سپاسگزاری داریم از شما بیننده های عزیز. به هر حال دامن این بحث بسیار وسیع و گسترده هست، میشه که شما را ارجاع بدیم به کتاب هایی که در زمینه نوشته شده و همچنان مباحثی که نگارش شده در این زمینه، کتابی که پیشتر هم از او یاد کردم، کتابی از دکتر عبدالکریم زیدان، چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم، کتاب بسیار مفیدی هست، میشه که برای تهیه بکنیم یا هم در کانال های تلگرامی کتاب جستجو بکنیم و یا هم در زمینه ما خوب است که معلومات خود را با توجه به تجربیاتی که گذشتگان ما داشتند، با توجه به تجربیاتی که بزرگان ما دارند در داخل فامیل، ما این قضیه را بسیار توجه کنیم و چون قضیه بسیار مهمی است واقعا، توجه به جنبه های تربیتی و شخصیتی خود و هم فامیل خود. تا برنامه دیگر شما را به حضرت حق می سپارم، موفق باشید.